داشتم فکر میکردم به این عرض شود که سکری که از قدرت به دست میاد، سکری که از قدرت، ما عموما تصور میکنیم که سکر، مستی و نشئگی ممکن است از مواد مخدر و مسکرات باشه، اما وقتی نگاه میکنیم این سکری که از قدرت میاد و نشئگی قدرت از همه اینا بالاتره. کارهای اینا که میکنه هیچ مستی نمیکنه. شما هیتلر رو نگاه کنید، آدم فقط باید مست باشه که یک کشوری به اندازه آلمان داشته باشه حمله کنه به یک کشوری مثل روسی، به یک کشوری به اندازه ژاپن داشته باشه حمله کنه به یک کشوری مثل آمریکا. این با کدام بصیرت و تدبیر؟ چون آدمی که مسته فکرش کار نمیکنه، خب کارهای عجب غریب میکنه. خمینی وقتی که به ایران آمد، این آقای خمینی یک آخوند میانمایه بسیار کم سواد بوده، یعنی این سواد آخوندیش در حق همین صافی گلپایگانی و مرعش اینا مطلق نبوده. آیت اللهیش هم که میدونید مرحوم شریعت مداری با ترفند و خلاصه تقلب و اینها برای این آقا درست کردن، اینها هیچ گمان نمی کرد، آقا گمان نمی کرد وضعیت این مرد خیلی قریب تر از آن کسی است که وارد شهر شد و یک بازی بر شانش نشست که بودن شما پادشاه. وقتی وارد شد از اون هواپیما و این جمعیت و اینها رو دید، یک مرتبه به قول عوام میگویند یابو او رو برداشت، این سکر قدرت او رو کشید به وجهی که مطلق در اندیشه مردم و ملت و آزادی و عرض میکنم که برای چه انقلاب شد و اینا نبود. خود رو عیناً بنیانگذار اسلام دید. خب مقایسه هم کرد، چون خمینی تکلیف داشت، خمینی تکلیفش هم اسلامی بود، هیچ گونه حس مسئولیتی هم نسبت به قضایایی که ما از بام تا شام براش یقه پاره میکنیم که نداشت، که من نمیدونم منافع ملت، نمیدونم تساوی حقوق، عدالت اجتماعی، اینها نبود که این مطلب رو به صراحت برج بلند اسلام یعنی اون شیخ منتظری در کتابش نوشته. میشه ایشون وقتی آمد اصلا موضوع ایران مطرح نبود، این خودش رو در واقع یک محمد جدید دید. لابد مقایسه هم میکرد، میگفت خب ایشون که چیزی نداشت، قضا مزام نداشتن توی مدینه، نهایت اینا توانستن 6-7 هزار تا 10 هزار نهایتا آدم جمع کنن حمله کنن به مکه. ما اینجا 30 میلیون نفر دارن نام ما رو فریاد میزنن، چاهای نفت هم هست، ارتش هم هست و اینا. فکر جهانگیر و نشه بود، نشه قدرت، میگفت راه قدس از کربلاست. این درست مثل همون اعمال هیتلر که کسی هیتلر بگه آقا شما مملکت پیشرفته هستی، ارتش نیرومندی داری، اما نمیتوانی دراز مدت با یک کشوری مثل آمریکا و روسیه به اون عظمت و قدرت به لحاظ تولید متریال جنگی، تولید تعداد تانک ها، آدم ها، اصلا آدم نداشت آلمان این سرزمین ها رو نگهداری بکنه. این رو یکی از بزرگترین جنرال هاش که به قول بسیاری بزرگترین، علل اطلاق بزرگترین استراتژیست هیتلر، فیلد مارشال فون مانستاین، یک کتابی دارد به نام لاست ویکتوریز، یعنی پیروزی های از دست رفته. قبلا هم از این کتاب چند نقل قول کردم حضورتون. میگوید ما میگرفتیم سرزمین های شوروی رو، اما این افق تمامی نداشت. ما فکر میکردیم که فرض ما بگیریم ما اصلا آدم نداریم که اینها رو بتوانیم کنترل کنیم، اما مستی قدرت این حرفا رو نمیفهمه.